دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که خوب و خوش باشید. به آشپزخانه فریبا خیلی خوش اومدید. امروز قراره که یه دسر خوشمزه و ساده دیگر رو در کنار هم آماده کنیم. احتیاج داریم به شیر، توت فرنگی، شکر، نشاسته گندم و وانیل. دوستان ابتدا دو لیوان شیر رو داخل قابلمه می‌ریزیم. من از این لیوان دسته‌دار برای پیمونه استفاده می‌کنم. دو قاشق غذاخوری هم نشاسته گندم به شیر اضافه می‌کنیم. دو قاشق غذاخوری شکر و یک قاشق چایخوری پودر وانیل. مواد رو خیلی خوب با هم مخلوط می‌کنیم تا صاف و یه دست بشه و بعد اون رو روی حرارت قرار می‌دیم. قابلمه رو روی اجاق گاز قرار میدیم و با حرارت متوسط اون رو هم میزنیم به طور مرتب و پشت سر هم تا ته نگیره، تا اینکه شروع کنه به غلیظ شدن. خب دوستان، همونطور که میبینید دسرمون غلیظ شد و غلظتش به این اندازه رسیده. وقتی که به این اندازه غلیظ شد، حرارت رو خاموش میکنیم و اون رو داخل ظرفایی که دوست دارید میریزین. فقط یادتون باشه که از این غلیظتر نباید باشه، چون زمانی که سرد میشه و خودشو میگیره یه مقدار دیگه سفتر هم میشه. خب اونو میبریم و داخل ظرفامون میریزیم. تا زمانی که دسرمون از حرارت میفته و یه مقداری سرد میشه، یک پیمانه توت فرنگی رو داخل غذا ساز میریزیم. دو قاشق غذاخوری شکر هم بهش اضافه میکنیم و اون رو به صورت پوره در میاریم. خب دوستان، وقتی که دسرمون یه مقداری از حرارت افتاد و سرد شد، پوره توت فرنگی رو که آماده کردیم رو روی اونها می‌ریزیم. توت فرنگی برش زده رو هم برای تزیین روی اون میذارم. خب دسرمون آماده شد، اون رو برای حدود 2 تا 3 ساعت داخل یخچال قرار میدیم تا خودشو بگیره و آماده خوردن بشه. این دسر خوشمزه و در عین حال ساده میتونه برای سفره افطارتون هم گزینه خوبی باشه. امیدوارم که از این دسر هم خوشتون اومده باشه، اون رو آماده کنید و از خوردنش لذت ببرید. لطفا ویدیوهای من رو بین دوستان و آشنایانتون به اشتراک بگذارید، سابسکرایب رو فراموش نکنید، زنگوله رو فشار بدید تا از برنامه‌های بعدی من مطلع بشید. خیلی دوستتون دارم. تا یک برنامه دیگه و یک غذای دیگه، خدا نگهدار.